بسم الله الرحمن الرحیم. در زیر آفتاب عاشورا قدم میزنیم و قد میکشیم، سرو سبز و سربلند میشویم و در باران بی امان تیر و تبر با زخمهای بسیار و بی شمارمان شکوفاتر میگردیم. ما فرزندان عاشوراییم و خاصیتمان جاودانگی و نامیرایی است. سلام بر حسین و سلام بر حسینیان از عاشورای سال 61 هجری تا امروز. سلام بر حسینیان حاضر در تکیه خانه، سلام بر حسینیان بیننده تکیه خانه و سلام بر حسینیان میزبان تکیه خانه. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سید عبدالکریم حسینی ساجدی، کارشناس مسائل اسلامی، حضرت الحاج حسین علیزاده اسیر مداح اهل بیت و حضرت الحاج دکتر احمد بیژن معصومی قاری بین المللی کشور، در خدمت شما هم هستیم با سلام و احوال پرسی با حضار و بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خدمت شما و مسئولین محترم این تکیه خانه و عزار گرامی و بینندگان با کرامت عرض سلام و تسلیت ایام. خیلی سپاسگزار جناب معصومی. بسم الله الرحمن الرحیم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمع است که جانها همه پروانه اوست؟ عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت حضار محترم و خدمت بینندگان عزیز، چی در داخل کشورن و چی در خارج از کشور. انشاءالله عزاداری های همه ایشان قبول درگاه حق باشه انشاءالله. الهی آمین. جناب اسیر. عالم محرم است، سلام علی الحسین. این ذکر عالم است، سلام علی الحسین. عرض سلام احترام خدمت همه عزاداران. انشاءالله که ایام سوگواری را به خوبی سپری کنیم. بسیار ممنون و متشکر هستم از همه عزیزان، مخصوصا از حضار گرامی و میزبانان ارجمند. از همه دعوت میکنم تا پایان بزرگترین برنامه دینی مذهبی در تاریخ رسانه افغانستان که از تلویزیون تمدن پخش میشه با ما همراه باشن. آقای مهدی مظفری، قاری جوان و با استعداد کشور از ولایت زیبا و باستانی بلخ، لحظات آغازین و کل برنامه تکیه خانه را با تلاوت آیاتی از کلام وحی نورانی و روحانی می‌فرمایند. بفرمایید، خواهش می‌کنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من كل الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك
عنها مبعدون. جميل جميل أحسنت. لا يسمعون حسيسها. الله 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 الله. جميل جميل. وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله 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 عليك الله 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 الله. يوم نطوي السماء ما شاء الله. الله 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 الله. إنا كنا فاعلين. الله 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 الله. وعدنا علينا وعدنا علينا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله صدق الله العلي. أحسنت أحسنت.
احسنت احسنت ماشاءالله 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 خیلی عالی. بلند شو آقای مظفری عزیز که در آغوش شما را بگیرم. به 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 چه صحنه دیدنی و زیبایی. طیب الله احسنت ماشاءالله. حضار محترم آقای ساجدی عزیز، آقای علیزاده، جناب آقای مظفری، جوان خیلی با استعداد، خیلی جوانی که یعنی کوشش میکنه. در تمام مسابقات ببینید آقای مظفری حاضر است، حاضر و ماشاءالله میدرخشه. مسابقات داخلی یا داخلی و خارجی جوا. حالا ما اگر میخوایم خودش خودم معرفی کنه و بعد بگه که کجا درس خواندن، کجا زندگی میکنن، در چی مسابقات شرکت کردن. مشالا آنقدر دستاورد داره که من گفته نمیتونم اونجا آقا. ماشالا. بفرمایید آقای مظفری عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه حضور. و علیک السلام و رحمت الله. بنده مهدی مظفری هستم، حافظ و قاری قرآن کریم. ماشالا. آفرین. آفرین. الحمدلله از زمانی که خانواده عزیزم، پدر و مادر عزیزم که بنده را در این راه گذاشتن، خب توفیقات به نظر خودم توفیقات بزرگ شامل حال ما شده که از جمله کسب مقام اول در مسابقات کرسی تلاوت در سمت شمال افغانستان بود که اولین دستاورد بنده بود در رشته حفظ کل قرآن کریم. بعداً کسب مقام اول حفظ کل قرآن در مسابقات جامعة المصطفی العالمیه در سطح کشور افغانستان و کسب رتبه اول در رتبه اول رشته تلاوت و حفظ کل قرآن کریم در مسابقات بین المللی جامعة المصطفی العالمیه که در کشور ایران برگزار شد میان طلاب، که الحمدلله یک توفیق شد که بنده رتبه اول آوردم. و الحمدلله بزرگترین توفیقی که به نظر خودم شامل حال ما شده کسب مقام چهارم بود که در مسابقات بین المللی کشور عراق که میان اعتاب بود، بنده از بنمایندگی از کشور افغانستان، بنمایندگی از روضه شریف که در مزار شریف هستم، به عنوان حافظ رفتم که مسابقات کشور عراق در میان 10 کشور برگزار شده بود که الحمدلله توانستم بنمایندگی از افغانستان کسب مقام چهارم را به دست بیارم. آقای مظفر ببخشید، ناجی آقا، آقای مظفری چون استاد خیلی بالای یک شخص حق داره، استاد میشه که استاد رو معرفی کنی، نام ببری که از استاد داریش دار. الحمدلله از استاد بخش حفظ ما که همه این توفیقاتی که نصیب ما حال ما شده مدیون ایشان هستم، استاد الحاج محمد فهیم قدیری. خدا حفظشان کنه. بله. ایشان بوشنده شهر ایران است. آقای قدیری جز افتخارات کشور ما. بله. خدا خیرتون بده، ان شاء الله موفق و معید باشین. یک نکته ای را بگم خدمت بینندگان محترم و حضار با کرامت، چون در اتاق حضرت هست، شما دو تا به نمایندگی همه ما استاده هستین، خیلی خوب میشه. مثلا اگر یک نفر یک حرف خیلی مهم میره بیان بکنه، میگه که نگاه کنین، گوش کنین، من این حرف را جای دیگه هم گفته بودم، مثلا در فلان پارلمان یا فلان مجلس. میگیم ای پس خیلی حرف مهمه. بعد میگه که نه نه نه، حتی یک جای دیگه در مثلا سازمان ملل هم یه حرف را گفته بودم. بعد میگیم پس بگو دیگه، چقدر حرف حرف مهمیه. او حرف خود را میزنه. نگاه بکنین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد کتبنا فی الزبور. قرآن میفرماید، کلام پروردگار است، میفرماید ولقد کتبنا فی الزبور، یک نکته ای را در زبور گفته بودم، من بعد ذکر، در تنخ هم بیان کردم، در تورات و الان در قرآن هم بیان میکنم. سه جا چی؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یک روزی زمین به دست صالحین به ارث میرسه. نفرمون به دست صالح که فقط وجود نازنین مهدی آخر الزمان باشه که شیعه و سنی قبول داره، فقط ایره نفرمود صالحون یعنی مهدی سلام الله علیه و یارانش، درود رحمت خدا برشون. ممنون. ایوالله. خیلی سپاسگزار هستیم هم از قاری محترم جناب آقای مهدی مظفری با تلاوت بسیار زیباییشان، و خوشحال هستیم که این گونه استعدادهای قرآنی در کشور و جامعه ما وجود دارن. موفق و معید باشین، برنامه را ادامه میتیم.
از شما همچنان دعوت میکنم با ویژه برنامه تکیه خانه با همدلی همراه باشین. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله رب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله وخير الأسماء الحسنى لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. برنامه تکیه‌خانه آمیزه ای از شور و شعور حسینی است. شور حسینی در قالب مداحی ها، سینه‌زنی ها و روزخانی ها تبارز پیدا می کند و شعورش را علمای کرام و دانشمندان عزیز کارشناس مسائل اسلامی با تبیین موضوعات و مفاهیم و مباحث بسیار مهم و کاربردی تأمین می‌فرمایند. امام حسین در روایات اسلامی یکی از موضوعات بسیار مهم است. ما باید بدانیم که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در منابع روایی مسلمانان از چه جایگاهی برخوردار هستند. این موضوع را جناب استاد مولوی سید عبدالهادی هدایت، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اسلامی، مورد حلاجی و واکاوی قرار میتن و همه ما به فیض کامل میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفا، سلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، حاضرین مجلس، بینندگان، گردانندگان تکنیکی، عزاداران عزیز در کشور عزیز ما افغانستان و جهان اسلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیک السلام و رحمت الله. دهه عاشورا یکی از روزهای تاریخی در اسلام عزیز و ادیان آسمانی است. من قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازم، روز عاشورا، این روز تاریخی در دین مبین اسلام را برای عزاداران جهان اسلام و امت مسلمه تسلیت عرض میکنم. شما میدانید امام حسین نواده نازدانه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم است. در این روز ارزشمند که رهبری محترم تلویزیون جهانی تمدن از ما دعوت کرده است، اولا من به قول شاعرین دو بیت زیبا را باید عرض بکنم که من کجا و دست گل چیدن کجا ای باغبان، ناله بلبل مرا اینجا به باغ آورده است. اگر به جایگاهی با عظمت امام حسین و یاران با وفایش نظری بیندازیم، به یقین جایگاهشان چنان با عظمت است که فرصت زمانی گنجایش این را ندارد که ما بتوانیم حق امام حسین را در این دقایق و لحظات بسیار مختصر با این علم کمی که بنده حقیر دارد ادا بکنم. اولا مکتب اعتقادی و فکری امام حسین مکتبی است که مربوط به یک قشر خاصی نیست. این مکتب فکری و اعتقادی امام حسین مکتبی است که مربوط به جهان بشریت، جوامع اسلامی و امت مسلمه است. من در آنجایی که عاشورا را از کلمه عشره و دهه محرم الحرام نام برده اند شنیده ام و مطالعه دارم که ادیان آسمانی هم به صورت عموم تا
تکریم و تعظیمی از این دهه محرم الحرام داشتند. امام حسین علیه السلام و وقتی که کمری همت می‌بندد برای اینکه در برابر ظلم، ستم، مفاسد اخلاقی و اجتماعی مبارزه بکند و در برابر بی‌عدالتی ها ایستادگی داشته باشد، آنگاه از مدینه حرکت می‌کند. شریعتی در یکی از نوشته‌های زیبایش می‌گوید که وقت امام حسین از مدینه با قصد عراق حرکت می‌کرد، در عالم معنا در مدینه شهید شده بود، اما وقتی به قصد رسیدن به این آرزوهای بلندش می‌خواهد آنچه را که به خدا و جد بزرگوارش وعده کرده است، پیام جدش را به پیروان این مکتب انسانساز برساند. روایات صحیح داریم که در اونجا صحابی کرام برایش میگویند که امام، رفتن تو به سوی کوفه مصلحت نیست، زیرا مردمان کوفه مردمان بی وفایند، به تعهداتشان وفا نمی کنند. اگر مصلحت باشد خیر این است که شما به قصد کوفه حرکت نکنید. آنجا که می فرماید جز حرکت چاره دیگری نیست. اونها برای سرکوبی ظالمان و ستمگران و برای مبارزه در برابر ظلم و ستم و فسادی که به اوج خود رسیده بود و جهلی که فضا و محیط را احاطه کرده بود و تاریکی های نامطلوب به سرنوشت امت مسلمه حاکم شده بود، به منظور این گپ، به منظور این مطلب کمری همت بست، شجاعانه در برابر مظالم استادگی کرد. جایگاهی امام حسین را نمی توانیم با این الفاظ و ادبیات ضعیف خود آنچنان بیان کنیم که بهتر و بالاتر از تعریف و بیانات نبی کریم صلی الله علیه و سلم بوده باشد. آنجا که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم حضرت علی و حضرت فاطمه و حسن و حسین را مخاطب قرار می دهد و می فرماید که مبارزه می کنند در برابر آنانی که با شما مبارزه می کنند، مصالحه می کنند با آنانی که با شما مصالحه می کنند. اگر مفهوم، محتوا و ظرفیت این فرمایش نبی اعظم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را شما تحقیق بکنید، نهایت پربار است. هیچگاهی نمیتونیم پیرامون شجاعت، مردانگی و شهامت حضرت امام حسین بالاتر از آنچه که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در موردش فرموده است و آنها را خطاب مخاطب قرار میدهند و میفرمایند که اینها جوانانی بهشتند، جوانان اهل جنتند و اینها فرزندان من و فرزندان جگرگوشه من فاطمه زهرا است. ببینید آنچه را که در وصف امام حسین میخواهیم بیان بکنیم واقعا در قالب قلم و ادبیات ما در نمی آید. زبان من حقیر پیرامون شخصیت امام حسین خیلی عاجز است، اما ما از امام حسین چی آموختیم؟ علمای جهان اسلام، دانشمندان، امامان مذاهب اسلامی همه و همه باور بر این دارند که
ما از قیام عاشورا و از کربلای خونین، از حرکات و گفتار و کردار و عزم و جزم امام حسین آموختیم که یک بیداری کلی و اسلامی را به جهان اسلام به ارمغان آورد. این همایش های بزرگی عاشورایی در دنیا، این مراسم های عزاداری در میان امت مسلمه بدون مرز، بدون سمت و بدون نژاد، نژادهای مختلف، زبانهای مختلف، مذاهب اسلامی مختلف، همه با هم بسیار به افتخار این روز را تعظیم و تکریم می کنند. اما پیامم به نسل جوان آینده که اینها پیام رسان برای پیروان مکتب امام حسین است، این است: آگاه باشند که دشمنان اسلام از برگزاری این عزاداری های بزرگ و این مراسم های پرباری که پیام حسینی دارد در جهان اسلام، دشمنان شما خیلی در حراسند. چرا این حرکت دوامدار شما از آغازین روزهای قیام امام حسین تا کنون که دست کم 1400 سال می گذرد، به دنیا این را نشان می دهد که این مکتب و این طرز تفکر حسینی برای وحدت و یک پارچگی امت مسلمه نسبت به گذشته هرچی منظمتر و محکمتر به پیش می رود. شما این پیام را در میان مذاهب اسلامی بدون مرز این که کیها شیعه هستند و کیها سنی هستند. ببینید، ما برای اصحاب پیامبر و اصحاب امام حسین چی شیعه هستیم و چی سنی، همه یکسان این روزها را تکریم و تعظیم میکنیم. توصیه دیگرم این است که دشمنان اسلام برای تسخیر مغز شما دسیسه هایی را میریزند. ما را به عنوان این که این شیعه است و آن سنی و این پشتون است و این تاجیک و این هزاره است و آن ازبک و این افغانستانی است و این ایرانی و این عراقی است و آن سوری و این پاکستانی است و آن تاجیکستانی و امثالی از این، دشمنان دسیسه می ریزند و می خواهند درخت نفاق را در این اندیشه و این مزرعه معنوی و اندیشه های اسلامی شما زرع بکنند. ما با یک دیگر برادریم، مربوط به یک مکتب فکری انسانساز اسلامییم. به شما توصیه می کنم، به امت مسلمه توصیه می کنم که بیایید آن پیامی را که امام حسین علیه السلام و آن جایگاه با عظمتی را که در میان امت مسلمه دارد و ما را برای مبارزه در برابر مظالم، در برابر بیعدالتی و فساد دعوت می کند، به عنوان پیروان واقعی این امام بزرگوار و این مکتب انسانساز اسلامی، باید حرکت‌های بسیار معقولی را مطابق با آموزه‌های اسلامی داشته باشیم. این آموزه‌های را که ما در پیامد قیام عاشورای حسینی داریم، برای وحدت و یک پارچگی در برابر دشمنان اسلام، تنها نه در مراسمی عزاداری دهه عاشورا، بلکه در تمام زمان و مکان باید به دنیا به نمایش بگذاریم که ما پیروان یک مکتب انسانساز اسلامی هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. فخر من دل شده از خاک در تو حسین جان، ای فخر من دل شدم
از خاک در تو در غربت این شهر شدم در بدر تو حسین جان. بازار پر از نیزب و شمشیر و سنان است، ای کاش در این شهر نیفتد گذری تو حسین جان. دیگر به لب مرد و زن اینجا سخنی نیست غیر از سخن جایز از بحر سر تو مولای من حسین جان. زبان حضرت مسلم با مولایش حسین برگرد از این را که ترسم بگذارن داغ علی اکبر تو جگر تو حسین جان. اینجا همه هر ملبا دست نشان داد تیره که جدا کرده برای پسر تو حسین جان، مظلوم حسین جان. عاشقان دستت را دستانتان را بیار بالا صدا بزن مظلوم حسین جان. کوفه میا حسین جان مظلوم، همه عاشقانه صدا بزن کوفه میا حسین جان. خیلی سپاسگزار هستم از جناب استاد مولوی سید عبدالهادی هدایت، استاد محترم دانشگاه. و نکات بسیار خوبی اشاره فرمودن. فکر نمی کنم که نیاز باشم من ورود بکنم برای تکمله صحبت های ایشان. حاج آقا در خدمت شما هستیم. تشکر، محبت کردین. یک جمله را براتون بگم. یک وقت در شهر سیدنی استرالیا روز عاشورا یک کمپانی آب معدنی استرالیا آبی را توزیع کرد در سطح شهر سیدنی استرالیا. میخوام در تایید فرمایشات ایشان که گفتن حسین ابن علی جهانی است و روی او آب نوشته شده بود بنوش بیاد آزاد مردی که در سرزمین کربلا تسلیم زور نشد و با لب تشنه جان داد. استفاده کردم. سلامت باشین. خیلی ممنون. سخنرانی شما بسیار جامع بود. هم جایگاه امام حسین در روایات بررسی کردیم، هم اشاره ای داشتین به موضوع بسیار مهم دشمن شناسی و هم توجه دادین ما را به مسئولیت‌های دینی و اخلاقی و انسانی و اسلامی ایمان. سپاسگزار هستم جناب استاد. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. احترام به محضر داران معظم و همه حضار معظمی در محفل و
مجلس خداوند ان شاء الله سما بکرمش قبول بگردانه صلوات مرحمت فرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحمان یا رحیم. السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من الأئمة من ذريته، السلام على الشفاء في تربته، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى حسین، غیر از غم معشوق به عالم خبری نیست، جای خبری نیست که از غم خبری نیست. حسین جان پروانه پرش سوخت ولی آبی رویش شد، ما هم دل من سوخت، این کم خبری نیست. گفتند در خانه غیر از تو شلوغ است، گفتند و بدیدم غیر خانه شما خبری نیست. هر خبری در خانه حسین، دنیا نتوانه ز ما گریه بگیرد، بین غم تو از غم عالم خبری نیست. ده ماه همه منتظر ماه محرم، در سال بجز ماه محرم خبری نیست. این فرد آخر مرا به روزه ام نزدیک می نماید، روزه کسی را به خانه ام، کسی که گریه می کرد اما برای خودش نبود، برای حسینش بود. السلام علی سفیر الحسین، السلام علی مسلم ابن عقیل، السلام علی شهید المظلوم. زبان حال حضرت مسلم را بخوانم، من کوفرا چون مردگان بی درد دیدم، نامردهاشان را به شکل مرد دیدم. من جان نثارم هترت خیر الانامم، سید بخون غلطیده بالای بامم. اینان به آن دستی که با من عهد بستند، عهد من و فرق مرا با هم شکستند.
مولایم تنها ندر کوفه مرا آواره کردن، قلبم دریدند و لبم را پاره کردن. وقتی که خود را از آتش بیتاب دیدم، عکس لب خشک تو را در آب دیدم، در آب دیدم آقایم حسین، در موج خون دریای لا را دیدم آن روز، از دام کوفه کربلا را دیدم آن روز. آقا من در کوفه بودم، اما کربلا را دیدم. چی دیدی مسلم؟ چی دیدی که آنگونه ناله کردی؟ انگار میبینم جرات تنت را. خونین به چنگ گرکان پیراهنت را. بعد از قتل یاران هم تیر باران می شویم، هم سنگ باران. انگار می بینم ذبیح کوچکت را. زخم گلوی شیر خاره کودکت را. اول مسلم همه روزه ها را خودش میخواند. انگار میبینم که با عشق دو دیدم، داری بروی دست خود دست بریدم. انگار میبینم غرق خون آینه اترام، جای سم اسبان و زخم سینه اترام. آخ بمیرم لحظه آخر، حضرت مسلم سلام به مولایش کرد، سلام به قافله کربلا کرد، لحظه آخرش را با یاد مولایش سپری کرد. ابا عبدالله هم عصر عاشورا لحظات آخر اصحابش را صدا زد. هر صدای جوابی دارد، هر دید بازدید دارد. مولای من افتاده بود صدا زد، عین مسلم عین مسلم، کجای مسلم؟ ببینی حسینت روی خواب افتاده. کجای مسلم؟ ببینی حسینت غریب و تنها. امان امان امان. اصحاب مولا هم لحظات آخر یاد ابی عبدالله بودن، با هم دیگر می گفتن اوسی که به آدل غریب. توجه داشته باشین، این آقا غریب نماند، این آقا تنها نماند. اصحاب مولا همه با نگرانی به شهادت رسیدن، به یاد مولا هم بود جمله آخرم. امام رضا فرمود سامن الحجج، گفت جد ما حسین نیز با نگرانی جان داد. اصحاب به فکر و یاد مولایش بود، اما جنس نگرانی آقا فرق داشت. آقا به فکر زن و بچه ها. آقا به فکر ناموزش بود، دیدن حمله کردن به قیمه آب. ای وای ای وای صدا زد، من به جنگ
شما آمدم، شما با من کار دارید، اینها گناهی نکردن برگشتن. اما چند ساعتی بعد، همان لحظه ای که امام سجان صدا زد علیکن بالفرار، اما بگو اما فرار نمایم، لحظه ای که دختران با چادران سوخته با دامن آیادش گرفته فرار میگردن، لحظه ای که شمر آمد خیمه هام، حسین جان فیض گدایی تو به هر کس نمیرسد، تا زیر نامش مگر امضا کند مادر زهرا صلی الله علیه. بشر بی وفایی، بشر بی وفایی، خدا کند نیایی. همه بشر بی وفایی، خدا کند نیایی، که باید از عزیزان صرف نظر نمایی، که باید از عزیزان صرف نظر نمایی. یا حسین من مسلمم فداییت، یا حسین من مردم از جداییت، یا حسین من مردم از جداییت، یا حسین من مردم از جداییت، یا حسین من مردم از جداییت. مولا حسین جان، 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 مولا حسین جان. کوچه با کوچه کوفه، کوچه با کوچه کوفه، شهر فریب و ننگ است، کوچه با کوچه کوفه، شهر فریب و ننگ است. هدیه برای مهمان تیر و سنان و سنگ است، عید فاطمه در مدینه یادگار، عید فاطمه در مدینه یادگار. سیدی مکن رو به سوی این دیار، سیدی مکن رو به سوی این دیار، اهل و بیت خود سوی قتل و جنایات، اهل و بیت خود سوی قتل و جنایات، اهل و بیت خود سوی قتل و جنایات. مولا حسین جان، مولا حسین جان، مولا حسین جان، مولا عاشقانه صدا بزن، مولا حسین جان، مولا حسین جان. کوفه اگر بیایی، کوفه اگر بیایی، مثل علی غریبی، کوفه اگر بیایی، مثل علی غریبی، زینب تو ندارد جز بی کسی نصیبی، عشق غربتم یا حسین بالد، عشق غربتم یا حسین بالد، گریه من است در غم سه سالت، گریه من است در غم سه سالت. یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا. تشکر آجرکم الله، خیلی ممنون، طیب الله انفاسکم، انفاس
قدسی شما استفاده کردیم. ماشاءالله ماشاءالله خدا نگاهت کنه ماشاءالله. خداوند به هر دو بزرگوار، به هر دو استفاده کردیم. مداح ممدوح و مخلص اهل بیت اجر و پاداش جزیل و عظیم عنایت بکنن. سلامتی هر دو بزرگوار و خودتان، خانواده هایتان، آمرزش اموات و توفیق تشرف همه ما به زیارت اربعین آقا ابا عبدالله اله حسین صلوات ختم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از ویژگی های بسیار معروف و شناخته شده همه ائمه هدا و از جمله امام حسین علیه السلام کمک به فقرا و رسیدگی به ایتام و بیوه زنان و حل مشکلات و گره‌گشایی از کارهای اونا بودند. آقای محمد امان جهانگیری از همکاران خیر و نیکوکار ما است در تلویزیون تمدن که از بدو تأسیس این رسانه اسلامی به دستور فقیه فرزانه و فقید حضرت آیت الله العظما محسنی برنامه اکثریت خاموش را تولید کرده و خودش را تبدیل کرده به صدای اکثریت خاموش. آقای جانگیری سلام به شما، خیلی خوش آمدی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. مدتی زیادی است که از اول تلویزیون تمدن تأسیس شد، شاید در حدود 15 سال یا کم زیادتر باشه، در برنامه اکثریت خاموش هستم که برنامه به سفارش حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه و آله، ای به سفارش حضرت شان بودن که کارگردانی از این به عهده از ما داداشته. البته ایران ما خود ما یک توفیق میبیرم، شایدم به خاطر از این که بارهای بارها از خدا خواسته بودم خدای ما گناهکاریم ما را ببخش، شایدم یک لطف خدا بوده، یک بخشش خدا بوده که این برنامه را ما به دست خود گرفتیم و این برنامه را تهیه کنندگی و کارگردانیشان را به عهده داشتیم. و تعداد زیادی از خانواده‌های بسیار نیازمند و فقیر توسط از این برنامه که در حقیقت توسط نفس‌های قدسی و پاک حضرت آیت الله العظما محسن بود، توسط اندیشه ناب و خالصانه ایشان بودند، توسط از این برنامه کمک شدند. ما خانواده‌هایی داشتیم که به مدت 10 سال کمک برایشان جریان داشته، حتی طفلایشان خورد بوده، اونها کمک شدن، کلان شدن، درس خواندن، سر کار رفتن. تعداد زیادی بودن که توسط از این برنامه کمک شدن و حتی وقتی که در خیلی از خانواده ها می رفتیم می دیدیم خانواده به شدت فقیر، خانواده که تمام دارایی خود را از دست داده بود، حتی فرش و ظرف و پتو تمام وسایل خانه خود را فروخته بود. وقتی که می رفتیم خانه ایشان را می دیدیم، می گفتیم خدایا این چه قسمی زمستان را صرف کنند، آیا آینده یک ماه چه شود؟ اما می دیدیم که خداوند از یک جای لطف کرد، از یک جای مرحمت نبود که به این کمک شدند. ما نمونه های زیاد داریم، نمونه پیرزنی داریم که ما وقتی که رفتیم فقط یک فرش بسیار کوچک داشت، اما وقتی که برنامه تلویزیون تمدن ثبت کردیم، نشر کردیم، یکی از بزرگین به ما زنگ زد، فرداش 40,000 افغانی به اون خانواده فرستاد، 30,000 به خانه دیگه، 20,000 به خانه دیگه. وقتی که برنامه را کسایی که میدید سیل میکرد، گریه میکرد، با ما صحبت میکردن. از طریق برنامه اکثریت خاموش بسیاری از بیمارانی که مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج بودند،
مثل بیماری گرده یا مسائلی از این قبیل درمان شدن، هزینه عملشان تأمین شده و سبب و وسیلش هم در قدم اول حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله تعالی علیه و در گام دوم جناب آقای جهانگیری بودن. من هم خدمت شما برسم، هم استاد عزیز با آیه را تلاوت بکنه که یعنی واقعا کاری که اینا انجام میدن آیه راهل همونجور که شما گفتین فوق تصور زیباست. ما به بینندگان با کرامت اجازه بدید من دست شما رو ببوسم. من باید دست شما رو کدام کمره نمیدونم. به بینندگان با کرامت اشاره میکنم و عزیزانی که در کشورهای مختلف زندگی میکنین و با اکثریت خاموش طبق ریاست محترم شبکه ارزشی تمدن که آقای محسنی فرمودن قریب به 18 سال است که جناب آقای جهانگیری را حمایت کردین. دست تک تک شما را میبوسم و واقعا صادقانه صحبت کردن به نظر من همه قیام کنین بهتر باشه. بله بسیار عالی، بسیار عالی. صادقانه صحبت کردن ایشان که چقدر زیبا صحبت کردن و چقدر از عمق دل صحبت کردن برای شخص بنده واقعا یک درسی بود. من همیشه میگفتم تلویزیون ارزشی تمدن یکی از خصوصیاتش اینه که کارمندهای تلویزیون کارمند نیستن، عضو یک خانواده هستن. یعنی خانواده هستن، از کامرمین ها بگیرید تا استاد عزیز ما آقای راحل تا ریاست محترم جناب آقای محسنی تا جناب آقای رحمتی تا همه دوستان عضو یک خانواده هستن. اما گل سرسبد این خانواده استاد عزیز ما آقای جهانگیری است. یکی از عزیزانی که شما هم اشاره کردین آقای علی آقای خدابخشی هم همینجا هستند که با مستندی که جناب آقای جهانگیری ساختن و کمک شدن مردم از جای مختلف توسط شفاخانه خاتم النبیین الحمدلله ایشان در رابطه با تکلیف گرده که داشتن شفای عاجل الحمدلله پیدا کردن و خدا را شکر امروز موفق شدن آمدن اینجا. من یک نکته را بگم بعد یک سوالی از آقای جهانگیری دارم. اولا فرمودن استاد عزیز آقای راحل و خودشان که این قضیه با تأکید حضرت آیت الله العظما محسنی ساخته شده به احترام روح بلند این فقید راحل و سعید. یک صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. که حقیقتاً جایشان بسیار خالی است. توصیه حضرت آیت الله این بوده که تاییدم آی جانگیری بکنن. یک بخشی هم اشاره کردند که خدماتی که شد و میشه و کمک‌هایی که صورت میگیره هیچ وقت به حساب آی جهانگیری یا به حساب تلویزیون تمدن نمی آید. اینها فقط واسطه هستند و پولی که تهیه میشه مستقیم به سمت خود به خود نیازمندان فرستاده میشه. بله، و خود نیازمندان استفاده میکنند و هیچ حتی اینها وساطت هم نمیکنند. یعنی بدون وساطت اینها، وساطت اینها فقط برای معرفی است، برای اینکه وقت خود را ایشان گذاشته، ولی کار دست خود خیرین و خود نیازمندان هست. امیر یک توضیح بده. عرض خدمت شما داشته باشم در رابطه با حضرت حاج آقا. وقتی که برنامه شروع شدن من رفتم پیش حاج آقا. حاج آقا از من سوال کرد، گفتی چطور هستم؟ باز من گفتم که چون تازه برنامه شد ما 50,000 افغانی ها کم زیاد میشه. چنان خوشحال شد که در هینی رفتن نزدیک شام طرف خانه بود، دست خود بالا کرد، گفت خدایا شکر. بعد از چند مرتبه دیگه هم که من خدمت حضرت حاج آقا رفتم که همه گزارش کمک ها رو میدونم به وجد میامد، شادی میکرد، فقط چیزی که میدید ای رو میدید. بعد خدمت چون کرس کنم در رابطه با کمک هایی که برای از ما میای زنگ میذاره، ما فقط شماره تلفنی از همون کسایی که مستحق هستن اینا را برای از اون شخص میدیم، میگم که این خانواده خانواده نیازمند هستن. بعض وقتا اگر کشورهای خارج باشه، فامیلایش، اقاربش، نزدیکایش اینجا هست که میایا همراه از ما میره در اون خانه کمک میکنه، یا ما شماره تلفن میدیم یا آدرس میدیم
که کمک های لازم رو به صورت مستقیم دا خیرتان بده استاد عزیز. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ صدق الله العلي العظيم. درود رحمت خدا بر شما. حقیقتا بر خودم بسیار لذت بخش بود صداقت کلام شما جدا از اینکه همه خدمت کردید. تشکر ممنون. تشکر شما. خیلی ممنون و سپاسگزار. خیلی لحظات خوب و خوشایند و دلپذیر بود. ما که دیگه آقای جهانگیری را سالهاست از نزدیک میشناسیم و ارتباط تنگاتنگ دوستانه و برادرانه داریم. آقای جهانگیری به معنای واقعی کلمه پدر یتیمان در جامعه ما است. خداوند به توفیقات معنوی ایشان بیفزاید و توانایی ایشان را در کمک به نیازمندان و فقرا بیشتر بکنه و به ما هم توفیق بده که انشاءالله از این شیوه رفتاری و اخلاقی پیشوایانمان تا جایی که در توانمان هست به نیکی و خوبی پیروی بکنیم. موفق و معید باشی برادر جان گیری. سلامت باشی. قربان شما. خیلی ممنون. موارد زیادی است که تکیه خانه امسال تلویزیون تمدن را از جهات گوناگون متمایز می‌سازد از تکیه خانه‌های قبلی. یکی از وجوه تمایز تکیه خانه امسال جامعیت آن نسبت به آیین‌ها و سبک‌های مختلف عزاداری است. آنچه اکنون خدمت شما تقدیم می‌شود مرثیه خانی جناب حاجی بلال امیری از مداحان و مرثیه خانهای عزیز برادران اهل سنت هست که همه با هم به صدای گرم و دلنشین ایشان گوش فرامتیم. بفرمایید. خواهش میکنم. ای دل آوردت بکنم دی خدا بندگی کن دور باش از ما سوا منزلت دور نداری تو شیه تو شیه یا سلب کن بری عقت را فریده بر یادش نیزه بر پیروی نفس و هوا رو به استغفار
بنشین ساعت تا شبی در چشم حالم توتیا نوری عمری عزیزت شد تلف غیر فضل و نداری چرا ای خدا لخرابه درد و مندان را ببین جز تو غمخاری نداره ما غریبان را ببین زیر پا افتاده ایم مانند موران زگی قادر قدرت نما تو آل موران را ببین من در یارکت زدم نکشون در بر روی من دست ما گیر ای خدا وضع پریشان را ببین ای رموزا از چی داری روز و شب شور و نوام بر کفت صبر نگه دار لطف جانان را ببین چراشو گفته نباشیم خدا سبب ساز است در این که بنده ببنده در خدا باز است با کوی دور شنیدم که عاطفه می گفت که کار بی سبب آن را خدا سبب سازه ماشاءالله سبگیره که دوستا شما شنیدین از مرحوم میر فخرالدین آقا بود ماشاءالله ماشاءالله خیلی احسن. عالی خیلی عالی احسن ماشاءالله بسیار عالی بسیار استفاده کردیم خدا خیرتون بده خیلی صدای لذت بخش روی مرحوم میر فخرالدین آقا رو خدا شاد داشته باشه ان شاء الله و حالا از خودت میشنویم آقای بلال امیری از سبکای خودت که داری ان شاء الله همه ما گوش جان میسپاریم ان شاء الله پرسیدم از الهی که چرا قامتت خم است آیه کشید و گفت که ماه محرم است رفتم به کربلا دیدم که تربت شهدا مشک و عنبر است پرسیدم از کسی سببش را بگریه گفت پایان پای قبر حسین قبر یک بر است نام حسین قبر حسین هر دو دل رو باست نام یعنی از غریبم دل رو باتر است چرا بابا حسینم سر ندارد مگر فرزند من مادر ندارد حسینم سر برید است یا محمد حسینم نور دید است یا محمد بیا بابا حسینم را نظر کن برو شای ولا یاد را خبر کن به
میگوید در صفین معشر گذر کن، بیا بابا تماشای پسر کن، حسینت را ببین سر در تنش نیست، سر به جان تن این مسکنش نیست، حسین من نه سر دارد نه سامان، سرش در کف بود با آب و افغان، حسین نور دو چشمم را کی در کرد، کی طفلان حسین را به پدر کرد، یکی را پادشاه کردی خدایا، هزاران را گدا کردی خدایا، امام حسین که فرزند علی بود شهید کربلا کردی خدایا، خیر النساء شب بوزاداری حسین، آمد به کربلا پیغام خاری حسین، بوی حسین راز زمین کربلا شمید، پیراهن از مصیبت فرزند خود درید، گفتا کدام ظالم بیدین گلو شگفت، آسان زخان وصلتون کز بره نیافت، گفتا زمین کربلا با فغان و سین، که دختر رسول خدا مادر و سین، وقت چون شمر بر گلوی حسین تیغکین کشید، خاکم بسر کلوین جگر گوشه را برید، ای کربلا بگو چی وصیت به تو نمود، آندم حسین تشنه جگر مطلبش چی بود، غسلش کی داد کفن در برش کی کرد، قرآن کی خوان، از غم او بازم کی مرد، گفتا زمین کربلا با فغان و سنگ، کی دختر رسول خدا مادر و سنگ، وقتی که نور دیده و سین از زین فتاد، زخمی از 950 و زیاد، مادر نداشت تا که بگرید برای او، خون گریه کرد از برای زخم آی او، او زینب ز خیمه آمد با قد چون کمال، می زد دو دسته و به سرش می گفن چنان، شهید کربلای جان مادر، امین مجتبای جان مادر، گلوی نازکت تیغ جفا دید، تو نسل مرتضای جان مادر، علی اکبر علی اصغر کجا شد، چرا تنها چرای جان مادر، به دشت کربلا ابر غم آمد، تو لب تشنه چرای جان مادر، با آب دیده گریان فاطمه یاره، با آب روی حسن و حسین گل ردوان،
مساز ملت ما را زبون به دست کسی باق شهیدان و حق تشنه لبان بسلات و بسلام بیدت بر رسول الله و آلش تا ابد هزارم درود و هزارم سلام زما بر محمد علیه السلام و علیه السلام. احسن ماشاءالله ما در تکیه خانه امسال صحنه‌های زیبا و ماندگار خیلی داشتیم، اما من فکر میکنم که یکی از زیباترین صحنه‌هایی که هرگز فراموش نمیشه و در تاریخ اخوت اسلامی افغانستان ثبت میشه و ماندگار میمانه، این صحنه است که یک مداح عزیز اهل سنت روزه میخوانه و مستمعین شیعه گریه میکنند و واقعا عالی خواندن، یعنی مقتلی را ایشان از زبان حال کربلا و زمین کربلا و غربت ابی عبدالله و غربت حضرت صدیقه طاهره. استاد یک نکته ای را بگم همینجا که واقعا شیعه و سنی همه عاشق اهل البیت، بدون شک همه عاشق، بدون شک. ممکنه بسیاری از عزیزان اهل سنت باشند که همین حس حال را دارن، ایشان حالا به نمایندگی از بقیه آمدن. واقعا لذت بردیم و واقعا دل ما را بردی کربلا. پشت سر شما هم که فضای بین الحرمین بود و من وقتی میخواندی و به این فضا نگاه میکردم، برای من بسیار بیاد ماندنی بود. خدا خیرتان بده. از زیبایی های افغانستان که بارها شما میشاره فرمودین آج آقا و سایر بزرگواران، ای است که افغانستان الگوی اخوت و برادری اسلامی برای همه کشورها و ممالک اسلامی است و یکی از نمونه هایش امروز توسط حاجی صاحب بلال امیری به نمایش گذاشته شد. ما به نمایندگی از همه شما و همینطور به نمایندگی از همه برادران اهل تشیع عزیز دل ما آقای بلال امیری را در آغوش میگیرم و پیشانیش را میبوسم. برای سلامتیشان یک صلوات بفرستیم. خدا با شما خیر و عزت و برکت بده ان شاء الله. خیلی خیلی خیرتون بده. موفق و معید باشید. آقای بلال ماشاءالله ماشاءالله. خدا نفس گرم کنه ان شاء الله. اجرکم الله. بازم برای سلامتی حاجی صاحب بلال امیری صلواتی بلند و عاشورایی ختم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. ماه عزا آمد از را از را با پرچم سرخ یا سار الله ما با همین پرچم رو شش گوشت را می بوسم
سالار زینب مولا زنجان سالار زینب مولا زنجان سالار زینب مولا زنجان سالار زینب مولا زنجان جان من مسلم راه زار الله هم من مسلم راه زار الله هم شد کوفه قربت قربانگاه هم شد کوفه قربت قربانگاه هم تا لحظه آخر از او گویم یار نام او را به خون نوشتم در پای یارم سر می گذارم با عشق و ایمان جان می سپارم سالار زینب مولا زنجان سالار زینب مولا زنجان سالار شش گوشت را میبوسم از زور سالار زینب مولا حسین جان سالار زینب مولا حسین جان تا بر سرم
قدم ننی جان نمیدم حسین جان. مولای من ما را غلامی تو بود تا چه افتخار سوزانم. مولا میا به کوفه، کوفه وفا ندارد. مولا میا به کوفه، کوفه وفا ندارد. خالی نمونده پشتم نو مردمان کوفه، تنها میان کوفه به لشکر و سپاهم. هر خانه روم در بسته بود برویم، مرده نباشد اینجا یک زن شده پناهم. مولا میا به کوفه، کوفه وفا ندارد. مولا میا به کوفه، کوفه وفا ندارد. مولا میا به کوفه، کوفه وفا ندارد. بنوشتم برایت کوفه بیا تو مولا، بنوشتم برایت کوفه بیا تو مولا. بر من ببخش و بگذر جانا ز اشتباهم. بنوشتم برایت کوفه بیا تو مولا، بر من ببخش و بگذر جانا ز اشتباهم. مولا میا به کوفه، کوفه وفا ندارد. مولا جانم ماشاءالله. مولا میا به کوفه، کوفه وفا ندارد. بر بام قصر کوفه، بر بام قصر کوفه خونندگان بگریم سوی مدینه. مولا خیره بود نگاهم سوی مدینه، مولا خیره بود نگاهم. با عشق و ناله گویم مولا میا به کوفه، ارسال نامه کردم غمگین و روز یارم. مولا میا به کوفه، کوفه وفا ندارد. مولا میا به کوفه، کوفه وفا ندارد. مولا میا به کوفه، کوفه وفا ندارد. من اگر از تو دمیدم نظرم میمیرم، لحظه از تو اگر دل بکنم میمیرم، لحظه از تو اگر دل بکنم میمیرم. یا ابا عبدالله در تا دور مرا یاد شما حسین دم بزنم میمیرم. اما با هم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، احسن ماشاءالله. داستانی را براتون نقل کنم از جریان نهضت حسینی. شما ببینید چه غوغایی داره میشه بر ابی عبدالله. اکثرا اینایی که در استودیو هستن جوان هستن و قطعا بینندگان محترم شبکه ارزشی تمدن هم بیشتر جوان هستن. مسلم سلام الله علیه وقتی که در کوفه به دستور ابی عبدالله الحسین علیه آلاف و تحییت و سنا آمدن، خب نامه‌های بین
مسلم و حسین ابن علی سلام الله علیهما که حضرت در مکه مکرمه بودند، از مدینه خارج شده بودند و در مکه آمده بودند رد و بدل شد. یکی از این نامه ها نامه های بسیار حیاتی بود، نامه بسیار مهمی بود. مسلم ابن عقیل در نامه ای نوشت به ابی عبدالله که همه امور در کوفه آماده است و شما شرف حضور پیدا بکنید در کوفه. یکی از جوانهایی که حدوداً 21 تا 22 ساله بود، میره تقدیم شما جوانها میکنم، نامه را بهش داد، گفت که میتونی نامه را با سرعت برسانی به حسین ابن علی؟ با او امکانات او زمان کوفه کجا و مکه مکرمه کجا؟ عرض کرد بله ابن رسول الله، جانم فدای تو، بله مسلم ابن عقیل جانم فدای تو، بله مولای من. فرمود اگر بری باید به تاخت بری، استراحت نکنی. این نکته هایی که دارم میگم را دقت کن جوان عزیز، استراحت بی استراحت، به تاخت بری. عرض کرد چشم مولای من. نامه مسلم را گرفت، به تاخت آمد سمت مکه مکرمه و در حالی که شبها در مسیر نخوابیده بود، استراحت نکرده بود، نامه مسلم را به محضر حسین ابن علی تقدیم کرد. ابی عبدالله تشکر کرد، دید جوان خسته شده. نامه مهم بود، حیاتی بود، باید جواب نامه مسلم را حسین ابن علی سلام الله علیه نوشته میکرد. فرمود استراحت کن. نامه را نوشته کرد، رو به اصحاب کرد، فرمود چه کسی حاضر است به تاخت برگردد و برود کوفه و نامه مرا به مسلم برسانه؟ این جوان از جا حرکت کرد، عرض کرد جانم فدای تو آقا، من خودم نامه را میرسانم. کاش دوستان سبقت بگیریم برای یاری رساندن به مولا. ابی عبدالله فرمود خسته ای؟ عرض کرد جانم فدای تو. حضرت تشکر کرد، نامه را داد به این جوان، فرمود باید به تاخت بری، به تاخت و با سرعت. در مدتی که بالاخره این مسیر لازم بود، زمانی آمد که دیگه مسلم تنها شده و اوضاع کوفه به هم ریخته. نامه ابی عبدالله را به مسلم رساند. مسلم فرمود که به سرعت باید من نامه ای بنویسم به حسین ابن علی، دیگه کسی برای مسلم باقی نمانده. چه کسی باید دوباره این نامه را به حسین ابن علی برساند؟ از جا بلند شد، از جا بلند شد، دیگه خستگی در مسیر عشق نمی فهمه. از جا بلند شد، آقا مگه من مردم؟ نامه ای شما را من به حسین ابن علی می رسانم. نامه را گرفت، کس دیگری بر مسلم باقی نمانده. نامه را گرفت، اینجا را دقت کنین، نامه را گرفت، وقتی انسان خستگی را نمی فهمه در مسیر امامش، در مسیر مولایش، نامه را گرفت، با سرعت آمد، اما در یک مسیری به حسین ابن علی رسید که اونجا را کربلا میکرد. زمانی رسید که ابی عبدالله در میان هزاران نفر در محاصره قرار گرفته. تا رسید محضر حضرت، در حالی که به شدت خسته است، مدتها نخوابیده، مدتها استراحت نکرده، وقتی رسید، وقتی نامه را داد به ابی عبدالله، وقتی ابی عبدالله ازش تشکر کرد، چقدر خوب امام از ما راضی باشه، چقدر خوب امام از ما تشکر بکنه. وقتی ابی عبدالله نامه را گرفت، تشکر کرد، فرمود جوان کارت را کردی، این قوم با ما کار داره، برگرد برو منزلت، جایی که هستی، تشکر از زحماتی که کشیدی. از کرد آقا تازه پیدایت کردم. گفت طالب توست کسی کس تو تو را خواهد و بس، آن که شد طالب تو در طلب درهم نیست. حسین جان جنت بی تو عذابش ز جهنم کم نیست. ماند همراه ابی عبدالله و جزء شهدای 72 تن شد. چقدر خوبا اینجوری آدم مزد بگیره. اما چجوری به شهادت رسید؟ وقتی که نماز
ظهر عاشورای ابی عبدالله الحسین خواست منعقد بشه. همین جوانی که روزها نخوابیده، استراحت نکرده، آمد عرض کرد حسین جان اجازه میدی سینه را سپر تیرهای دشمن بکنم تا تو نماز اقامه کنی، تا تو نماز بخوانی؟ ابی عبدالله به نماز ایستاد. چند نفر در مقابل سجاده ابی عبدالله ایستادن و سینه سپر کردن بر نماز حسین جوان، بر نماز. آنقدر تیرباران شد که فسارت کل قنفذ، آنقدر تیر به بدن ای جوان خورد، به زمین خورد. ابی عبدالله وقتی سلام نماز را داد آمد به سمت ای جوان، جوانی که لحظات آخر عمرش هست، سر ای جوان را به زانو گرفت، صورت ای جوان را از خون و اشکهای ای جوان پاک کرد. آخرین رمق و آخرین لحظه یک سوال از ابی عبدالله کرد، سه تا جواب از ابی عبدالله دریافت کرد. یک نگاهی کرد، عرض کرد که مولای اوفیتو، آیا وفای بعد کردم؟ یک سوال. ابی عبدالله سه تا جواب داد و این جوان در دامن ابی عبدالله به شهادت رسید. فرمود وفیت، 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 وفای بعد کردی، وفای بعد کردی، وفای بعد کردی. ما آمدیم این چنین مکتبی رو داریم، عزاداری میکنیم. درود بر شما آقا، خیلی استفاده کردیم. بفرمایید. استفاده کردیم از آقای موسوی عزیز، واقعا فضا اینجا را با صدای حزن‌انگیز عطرآگین ساختی و ما را بردی کربلا. خوش به حالت، خوش به سعادتت. خواستم آقای موسوی یک سوال بسیار کوچک از شما بکنم که مدعی را از کجا آغاز کردید و چی باعث شد که شما مدعا شدید؟ عرضم به حضور اساتید محترم، علمای عزیز، عزیزانی که قلب و دلش گروگان اهل بیت پیغمبر نازنین اسلام. اول خود مدیون بی بی دارم حضرت زهرا سلام الله علیه هستم، مدیون پدر و مادر استاد عزیز ما حاج علی اصغر حکیمی. یک اتحادیه بسیار کوچک داشتم به نام نامه آقا باب الهوایج امام موسی بن جعفر علیه السلام است. روز یک دختری از همسایه های ما دکتر جواب شده بود، گفت دختر فلانی خوب شده. خوب داستان شروع شد و چطوری خوب شده و گفت تمام دکترهای دنیا رو برد دکتر جواب شده بود. چی کار کرد؟ یک نظرات را در زیارتی که به نام نامه آقا قمری بنی هاشم ابوالفضل العباس در مرادخانه کابل مسماست، اونجا رفت و نظرات را برپا کرد و بر میگردد دختر آهسته آهسته حالش خوب میشه. این داستان در بین اعضای اتحادیه صحبت شد و اسم قمری بنی هاشم که آمد حال هوای دیگه ای پیدا کرد. اولین بارم بود شروع کردم برای روزه خواندن السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا قمری بنی هاشم. شروع کردم روزه خوانی را. بعد عزیزایی که دور بر ما بود گفت آقا باید روزه بخوانی. گرچه نوحه خوانی را از دوره طفولیت خیلی علاقه مندی داشتم، ولی این برنامه او روز باعث شد که الحمدلله در خط اهل بیت تربیت بودیم و بهتر تربیت شدیم. قلب و دل ما گروگان آقا عبدالله. جناب آقای موسوی عزیز، مداح ممدوح اهل بیت، اهل دل، با این صدای سوزناک و تاثیرگذار که حال تکیه خانه و هوای حضار عزیز را دگرگون ساختین و کربلایی، انشاءالله که همیشه در پیوند و پیمان وثیق و ناگسستنی با اهل بیت و مخصوصا ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار داشته باشیم. خیلی سپاسگزار هستم. التماس دعا دارم از محضر شما.
با پایان دومین قسمت از ویژه برنامه تکیه خانه رسیدیم. بزرگترین رویداد رسانه‌ای افغانستان در حوزه برنامه‌های دینی و مذهبی. سپاسگزاری می‌کنم از حضور و همراهی همدلانه شما سوگواران حسینی و از محضر یکایک شما خوبان و مهمانان حاضر در تکیه خانه و میزبانان گرامی اجازه مرخصی می‌خواهم. این برنامه همه شب به موقع اذان مغرب به افق کابل پخش میشه و ما انتظار همراهی شکوهمند شما با برنامه خودتان را داریم. یا هم